Salam. ببخشیدن که زشتم انقدر. من واقعا الان نه آرایش دارم نه فیلتر دارم نه هیچی، خالصه خالص اومدم براتون یه ویدیو آرایشی بذارم. این ویدیو رو من خیلی دوست داشتم یه سری نکات رو توش بهتون بگم از وقتی که اینستاگرام دارم، اما یه سری چیزا تو اینستاگرام نمیشه گفت، چون مثلا یا میبینی اینستاگرام میاد بهش گیر میده و اینا. من دیگه اومدم اینجا دارم بهتون میگم. بعد اینکه فقط مسخره نکنیم دیگه، من کامنت تو کامنت ها یه دونه ببینم بدون آرایش چقدر فرق داره، من بخاطر شما دارم از این کار میکنم. خب ببینین، یه سری چیزا هست تو لوازم آرایشی واقعا بعضی وقتا میگی چقدر اضافه است، یعنی فقط پول باید براش بدی، ولی اینجوری نیست واقعا. اگه بدونی که چیکار باید بکنی متوجه میشی که اضافه نیست. الان پوست من رو شما نزدیک میبینین، جوش دارم، من رو پوستم یه عالمه مویرک دارم که اینا رو شما تا حالا ندیدین. میبینین مویرگ ها را پایر مویرگ دور بینی منم همیشه خدا جوش میزنن، نمیدونم چرا جوشه ریز. اگر میدونین دلیلش رو به منم تو کامنت ها بگیم. نکته چیز اولی که خواهم صحبت کنم پرایمره. پرایمر اکثرا رو استفاده نمی کنید چون فکر می کنید یه چیز اضافیه، اما نه، چیز اضافی نیست. پرایمر بهتون خیلی کمک میکنه، یعنی یه چیزی که من قبلا فقط یه دونه کرم داشتم، روژ داشتم، ریمل داشتم، ولی الان بدون مثلا یه سری چیزا نمیتونم واقعا. این نقطه های خالی که رو صورت من هست، محفظه های پوست که هممون داریم و پرایمر پر میکنه، باعث میشه که مثلا اگه پوستتون چربه، اگه پوستتون خشکه، یا اگه اینجاتون خشکه اینجاتون چربه اینطوریه، پوستتون به تعادل برسه و آرایش خیلی خوب روش بشینه. اینطوری نرم کننده است که ببینید پیشرفته یا نرم کننده است. نرم کننده ها ممکنه که بعضی هاشون آرایش رو خراب کنن، بعضی هاشون تأثیری که میذارن مثل آرایش خوب نمیشه. بعضی از نرم کننده هم هستن که آدم جوش میزنه. من تو ایران یه کامان زدم که مرتبه فکر کنم فیک بود، ولی واقعا پدر پوستم درام. خب این از این محله بعدی واسه من یه چیزیه که پوستم کاور کنم. اینو بهتون بگم بچه ها، من موهای صورتم، من اینو قبلا بهتون گفته بودم، موهای صورتم من نه اصلاح میکنم نه بند میزنم نه هیچی، کلی پروسه بود موهای صورت تو بس چیکار میکنی اینا، من نتونستم بگم ولی الان بهتون میگم. نیست موهای صورتم، من یه سری دست تیغ هست که سرش یه تیغه که اصلا برنده هم نیست، با اونا میزنم. آقا تو پرانتز بگم که من اینو پیدا کردم، گشتم پیداش کردم، فقط بچه ها استفاده نکنن دیگه، یکم کار باهاش خطرناکه. حالا الان که بعد از ویدیو سیاسفید کردم که آرایشمو نبینین، اما کار باهاش مثلا اینطوریه. کامل سیبیلام رفت، اصلا هم اینطوری نیست که موهاتون کلوفت شه بیشتر شه اینا، واسه من که همچین تاثیری نداشته. موهای صورتمو تیغ میزنم، خیلی هم ارزش کم سه تومن هست. خب مرحله بعدی، آها این اصلا هم خیلی برام مهمه. ببین من اکثر دوستامو که میبینم یه سری نکات رو رعایت نمیکنم، مثلا آرایششون زشت میشه. مثلا اکثر دوستای من وقتی آرایش میکنن چشاشون قرمز میشه، خیلی بدم میاد از اینکه لفظ آرایش میاد تو چش قرمز میشه. راهکارش نفازولینه، یه قطره است، شما میتونید داروخونه بگیرید، اونو که میزنید تو چشتون، چشتون سفید سفید میشه. منم دارم، همیشه هم استفاده میکنم، اونجا نمیدونم چرا نسته نمارش هم نیست، سلطه نمارش نیست، ولی اینطوری نه، فقط واسه جایی که خیلی واسه تون مهمه بزنید، یعنی زیاد نزنید هر روز هر روز، چشمتون بهش معتاد میشه. آره این چشم سفید میکنه، خیلی هم خوبه. مرحله بعدی مثلا اینه که پوستم با یه چیزی کاور کنم، یعنی یه رنگی چیزی به پوستم بدم. یه دونه کرم داشتم که پیداش نمیکنم، بجاش میخوام از این استفاده کنم. یه مقدارش رو برداشتم. ببینین کلا آرایشی که من دارم الان واسه تو انجام میدم با
یه سری لوازمیه که شما پیش خودتون میگین مثلا لازمه، مثلا به جای دست چرا باید از براش استفاده کرد وقتی دست انقدر خوبه؟ خب نه الان بهتون میگم، طرف صورتم رو با دست میزنم، اونجا رو میزنم که دیدین آرایش گردن با چیز رنگش فرق داره چقدر بده. جالبه که کرم من همش رسید به همه دای نصف صورتم. حالا میخوام این طرف رو با بیوتی بلندر بزنم. خب بیوتی بلندر یکم داره بیشتر طول میکشه، واقعا با دست یه ثانیه تمام شد. اما چیزی که هست اینه که بیوتی بلندر من وقتی با دست داشتم اون برو میزدم، من با دستم به صورتم نمیرفت، به خورد صورتم نمیرفت، همینجوری رو پوستم بود، من فقط سورش میدادم و بر سورش میدادم این بر. اما میبینین با بیوتی بلندر کاش میتونستم اونجا هم نشد بودم بایست. من که بیوتی بلندر رو بیشتر پسندیدم چون حس کردم همه جای صورتم رو رسوند و یا دست کرد. من روی دستم پشتش کرمی بود، دادمش برم برم دادم برم کسیف کاریه یه بالا دید تو هم اصلا هم داره خود میشه. بچه ها بیوتی بلندر خب بهتره واقعا. من یه قیمتش چقدره؟ شما به جایی که مثلا دستتون کثیف بشه بعد از آرایش و اینا، با یه وسیله خیلی شیک و با کلاس تازه خیلی مهندسی ساخت میای لوازم آرایشتو به همه جای صورتت میرسونی. من بیوتی بلندر بیشتر قبلم اصلا این دارم باید یه دست بیوتی بلندر بکشم تا خیالم راحت شه. رفته رفته دارم زشته میشم. بعدی کانسیلره. ببینید کانسیلر من میگم به جای اینکه شما برین 20000 تومان پول کانسیلر فیک بدین که اصلا استفاده نکنین، بزنین اینجاتون چروک چروک و داغون و زشت شه، 100 تومان 150 تومان بدید دیگه کانسیلر میبلین بگیرید. اینه علامتش هم اینه. اگه خواستین کانسیلر میبلین بگیرید بفهمین که اورجیناله یا نه، این پنبه سرش قبل از اینکه استفاده کنین یه تون صورتی باید داشته باشه. تون صورتی آره. خب بیت کانسیلر استفاده کنید. کانسیلر واقعا جوابه، جدی میگم الان خودتون میفهمید. اینجامو البته من بیشورم ها که اول آرایش چشمو انجام نمیدم، ولی عادت کردم که اول کارهای پوستیمو بکنم. انگار اینجا جاییه که شما باید کانسیلر بزنید. چرا؟ چون که خب وقتی کرم میزنید پوست شما تخته واقعا و خیلی شاید پوستتون یه جوری توپل دیده بشه، یا مثلا بعد کار کنیم که اون جاهایی از پوستتون که باید بیرون تر باشه روشن تر باشه، اون جاهایی از پوستتون که باید داخل تر باشه تیره تر باشه، اینجوری خوشگل میشید. ببینید مثلا خب یه هم من میخوام باید بیوتی بلندر کوچیک فیت کنم. دوست دارم بیوتی بلندر، دوست دارم بیوتی بلندر خیلی خوبه. حالا میریم سراغ تیره بیا کانتورینگ صورت. صورت کانتورینگ صورت صورت کانتور که یه خود میریم باید تیره تر باشه واسه جایی که میخواییم تو باشه، مثل من که مثلا صورتم تو پله و دوست دارم اینجا تو باشه. ببینید هر چقدر صورتتون دوست دارین درازتر باشه باید این خط رو این طوری تر بکشین. اگه میخواییم صورتتون گرد شه میتونین این خط رو این طوری بکشین. فهمیده باشید ایشالله. چون اینجا صورت من پره من اینجا میدارم میخوام چشم حالت بگیره بابا و دماغ که بابا عهد نمیتونم به اینجا نها کنم. این دو تا خط تا هرچی نزدیکتر برمیذارید دماغتون کشیده تر میشه.
شدم بس که فکر کردم. ولی خب این آرایشی که شما تو اینستا مثلا ندید ما میبینید، پس حوصله داشته باش دیگه، هی نگو فلانی چرا این شکلی قبل و بعد آرایشش به این دلیل. من یکی که به شخص واقعا از بچگی خوب آرایش کردم خودم، مثلا میدیدم طرف به خیال خودش کلی آرایش کرده، فقط رژگونه مثلا رنگ و لا به صورتش رو عوض کرده، ولی من واقعا سعی کردم با آرایش ایبای صورتم رو بپوشونم یا تغییر بدم. مثلا الان دماغ من روز به روز داره رشد میکنه، میدونی؟ غذای پو میریزن پاش واقعا. من نمیدونم چرا، من قبلا اصلا نه آرایش میکردم اونقدر، نه فیلتر مینداختم، نه حتی لبامو ژل زده بودم. بعد تو تیک تاک مثلا فعالیت میکردم و اینا، اونقدر بیریخ بودم همه آدم میگفتن وای چقدر تو نازی. الان که هم آرایش میکنم، هم فیلتر میندازم، هم ژل مل دادم، الان همه میان میگن یه بار بدون فیلتر بذار چه گذاشتی. این مرحله چی داشتم گفتم وسطش، مرحله فیکس کردن خیلی مهمه. من خودم تا یه تمین چند وقت پیش اصلا گفتم پودر فیکس چیه بابا، اینا فقط میخوام بول بگیرن از چیزا یه خودشون در آوردن. ولی ببینین هنوز چیزی نشده، زیر چشم من رده شد. خب حالا فرض کن تو بری بیرون فلان کنی بسار کنی، حالا یه بارم دستت بخوره اینو کلا میره. ما میخوایم این بمونه همینطوری رده نشه، صاف بمونه. پودر فیکس هم خب خیلی تاثیر داره که شما مثلا پودر فیکس خوب استفاده کنی، ولی اگر از پودر فیکس معمولی اروپایی استفاده کنی باز بد نیست، باز بهتر از هیچیه. چون مثلا من میخوام از پودر فیکس خیلی بد و معمولی استفاده کنم، ولی پودر فیکس های خوب بچه ها یه جوری آرایش میشینه رو صورتتون، برگاتون میریزه. من که الان از پودر فیکس معمولی استفاده کنم، ببین اینو اینطوری پودری قشنگ بزنیم زیر چشم، زرما به قیافه خودتون بخندیم. اینجا این خطه رو ما میخوایم، نمیخواد به اون تیکه هایی که صورتتون رو تیره کردین زیاد بزنین، اصلا نمیخواد اونجا ها رو. بعد اینجا، بعد اینجا، بالا لب این برو. قبل از اینکه من چیز کنم یه دور دیگه با بیوتی بلندر مطمئن میشم که صافه. اونجا هم حتما بزنید دیگه، حالا دارم اینجا داشتیم کانسیلر. خب دیدیم قبل از اینکه من پودر فیکس بزنم مثلا یه ذره سطح پوستم بالا پایین داشت، یه دست نبود. الان ببینید، حالا من میخوام اینو فعلا بذارم بمونه که بعد با آرایشی چشم بشه اینطوریش کنم که اونم اگه چیز بود بره. خب لباسی که من امروز میخوام بپوشم سبز آبیه، یعنی خب سبزابی، رنگ سبزابی یکم دهاتی استایلش، اصلا دلیل نداره من بیام پوششم سبزابی کنم. مثلا دهاتی نیستا، کلی آرایش خفن میشه ازش در آورد. اما مثلا من که اصلا نیستم میخوام میکاپ صد لایه بزنم مثلا که. خب ما واسه بیس آرایشمون از این رنگ استفاده میکنم. اینجا میذارم یه خط میندازم. خب اینو میارم اینطوری فید مانند به سمت داخل، ببینید همون رنگ کانتور تقریبا، چون
اینجا رو فکر نکرده بودم. خب اینو فید میکنیم. چقدر از کلمه فید استفاده میکنم؟ حالا این بر نمیتونم اونجا ببینم، اون طرف صورت همون نمیدونم چرا. تا حالا نشسته بودم جلو دوربین اینقدر کامل صفر تا صد آرایشم رو نشون بدم. صفر تا صد چه فکر خوبی است. نمی دورو میذارم صفر تا صد میکاپ نگه فضله. خب من دوست دارم از یه رنگ سبز آبی استفاده کنم. من یه سایه خیلی خوشگل سبز آبی داشتم کو بریم سایه مو پیدا کنیم. از این هدا بیوتی فیک ها بود ولی خب خوب بود. بکنم تو این کشوه بود. دبدب و کبکبه و یه اتاق صد تا آینه توش رو ببین به کجا رسیدم. داداش جا واسه خودم هم نیست. خب این سایه ها این براش ها واسه یه محو کردنه. خب زیاد محاسبه این نیست که بخوای باهاش ساعت رو بذاری رو چشت. بیرون چی بگه؟ اما همون که دارتون میگین ساعت رو بذاری رو چشت کی اینقدر رو بگش میکنم؟ خب از این رنگ سبز همون برم دارم. نه نه کجا بسنم بسنم اینجا. من فقط میخوام همین دوری برم جلو ببینم چی در میاد. قصد خاصی ندارم، هیچ چیز برمان شده نیست. من میگم چه رنگ خوشگلی هاجی. حالا دو دقیقه شش هم بفتم خیلی دارم خزه یه سر تیره ترش و سبز تیره ترش رو به اینجا بزنیم. کسا پا هم میخواره هرش پام اصلا قرار نبود انقدر سبز کنم پشت چشمو. اما ولی رنگش با چیزی که تو آینه است فرق داره. آینه نمیشه آرایش باید صبر و حوصله داشت. برگام حیف یه دور تا اینجا خیلی خوب پیش برده بودم. بچه ببینین فیک سایه ها. خب بعد روش که دارم میکشم اون سمت های دیگرش داره میره. ولی خوش رنگ و طیف. حالا میخوام سریعا اینا رو جارو کنم برم. من اگه الان واقعا اگه الان پودر فیکس نزده بودم اینا به این راحتی جارو نمیشد که. جارو چی خودم میکشتم هم نمیرفت. ولی تو پودر فیکس دادم ببینین راحت رفت اون سایه های گند کاری شده.
دیدین چقدر پوست صورتم بعد از پودر فیکس فیک تازه یه دست شد؟ واقعا دمش گرم. پودر فیکس دیگه نعمت الهیه. این سوال ابروتون رو همینطوری فقط برس کنید دیگه، فقط حواستون باشه که کرمینا توش نرفته باشه که خیلی کدی میشه. اگه کرم توش رفته بود باید دستمال رو توفی کنید بکشید رو ابروتون. کی اینجوری آرایش یاد میده؟ اینجوری کنید دیگه. اینم حتی کثیف بود کلن. از این کارهای تمیزکاری زیاد بکنید. خب ابراتون هم که فقط یه دونه برس بکشید. برس میریم سراغ ریزکاری بینی. خب الان میخوام یه خط وسطش رو درست کنم، یعنی اینطوری. بچه ها من خیلی ساختم اینو اینطوری بذارید اینجا. آفرین. حالا محوش کن. میخواستم که وسط دماغم طبیعی تر بشه. خب این مسئله هستش، این خط قهوه‌ایه خیلی پهنه. ما میایم از طرفین با پنکیک کشیم، روش نمیکشیم اما کنارش میکشیم. نگاه، اینجا هم دوست دارم. چه کار زشتی کردم، یعنی یه کار خیلی غیر اخلاقی از نظر میکاپ کارا. میکاپ کارای محترم هم واقعا معذرت میخوام از اینکه دارم روی پودر فیکس پنکیک میزنم، اما واقعا حس میکنم که کمک میکنه به تمیز بودن آرایشم. چه پودر دیگه. خب حالا خب من میخوام یه دستم همینطوری براش بکشم که اگه پودر اضافه ای رو صورتم هست بره و قشنگ فید شه. که بله اینجا هم یه تیکی سایه مونده بود. خب این هم از این. خب میریم سراغ هایلایتر. من دوست دارم اینجوری آرایش کنم، لطفا به من اینجوری ندیم. خودتون هرجور دوست دارین آرایش کنید. هایلایتر یه ذره اینجا میزنم. سراغ پش. بچه ها تارا دیده بودیم یه نفر بعد از هایلایتر روژگونه بزنه؟ بله دیگه. یه ذره میزنم فقط صورتی شه. میریم سراغ ریزکاری های چشم. اینی که من همیشه خدا پلک بالای چشم رو مشکی میکنم، چون این باعث میشه که جلال و جبروتی موجهاتون رو خوشگلتر میکنم، هرچند که الان چیزی از موجهایمون نمونده. پلک بالا ها، پلک پایین نه، اون کدی میشه. خب من میخوام رو بزنم، نمیخوام کار خواستی بکشم بکنم. موصله ندارم، دوست دارم آرایشم کم به نظر بیاد. چون میرسیم وقتی که شما روژ کم میزنین یا مثلا خط چش کم میزنین، پسرها، مردها، زنها همه فکر میکنن شما کم آرایش کردین. حالا تو یه ساعت سابیدی ها بچه. این ریمل من یه ریمل فوق‌العاده است، ریمل اسنس صورتی اورجیناله. قیمتش هم فکر کنم 70,000 تومان این ورا باشه، ولی واقعا فوق‌العاده است. حالا برای اینکه از پایین میزنم، من یه دورم اونطوری از بالای زر میزنم که خیلی تاثیر داره
و موجه ها رو بلند میکنه. کرم رفتم تو دماغم دیگه. حالا یه ساعت میخوام بیان میگم دماغت پره. بذارم پایین. من راستی اینقدر که یه سری آدم بیشور به من زنگ زدن سیم کارت ایران هم فرو چیز کردم فروختم چرا به کی اونو میخوام سوزوندم و واتساپ و تلگرامش هم از تو گوشیم پاک کردم. ببینین الان آرایشم خوب شده ها. خب همیشه آدم آرایش مثل اونه این اونم جلو میری جلو. بذار یه روشم بزنم بعد زر بزنم. روز زدن هم من کار خواستی نداره آقا کار. من قبل از اینکه لبامو جل بزنم لبام خیلی کوچیکی بود خب بعد کلی یادم خاطلا و اینا میکشیدم سیاه قلم کار میکردم رو لبام ولی از وقتی جل زدم نه همینجوری فقط روز میزنم خیلی ساده. خب حالا بذار خودم ببینم مشکل صورتم چیه. مشکل خاصی نداره فقط دوست داشتم یه ذره اینجامو بیشتر کش بدم. اولدو اولدو تو شخص مفرط منه بطط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 ط